میخوام گفتگو بکنم با یک بازیگر درجه یک دوست داشتنی و خاطره‌ساز برای هممون، امیر غفارمنش نازنین. خیلی ممنونم، فدای شما باشم. سلام خدمت کلیه بیننده‌های در واقع تی وی پلاس که از دوستان خوب ما هستن. سلامت باشید. میخوام راجع به این تئاتر جذابتون یه ذره صحبت کنیم. چه حال و هوایی داره، چه جهانی داره، برامون بگید. ببین، عشق‌ها، معرفت ها، دوستی ها، لباس ها، موسیقی های دهه 50 رو داره برای بچه نسلی که ندیدن اون دوره رو داره به نوعی بازگو میکنه. معرفت های دهه 50 عرضم به حضور، عشق های دهه 50، دوستی های دهه 50، لباس های دهه 50 و موسیقی دهه 50 که به گفته بعضی از کسایی که حالا دستی بر آتش توی موسیقی دارن اینه که دهه 50 اوجی از موسیقی پاپ بوده، باید قبول کنیم اوجی از موسیقی پاپ بوده، یه بخش جذاب برای همه خواننده‌هایی که اون دوره میخوندن. بر یه مهمون ویژه داشتید پریشب، مازیار لرستانی مهمون شما بود. بله. به نظرتون چه آینده‌ای تو سینما داره؟ مازیار این ریسک بزرگ رو انجام داد چون ممکن از لحاظ پذیرش نقش کارش سخت بشه، از هم درآمد لطمه بهش میخوره، هم ممکنه خیلی سخت بشه بتونه جا بندازه خودش رو با چهره جدیدش، با شرایط جدیدش. ولی جامعه ما هم باید به این روش برسن که نه تنها مازیار، بقیه رو هم همینجور بپذیرن. ماهیت انسان بودن، عواطف، ایدئولوژی و اندیشه آدم که عوض نشده. دقیقا. یه تغییر فیزیکی رخ داده. این رو باید جامعه ما به این روش برسن بپذیرن و از خاله زنک بازی و سرک کشیدن تو زندگی شخصی آدم ها. دقیقا. که حالا فرض کنید که در زندگی شخصیش این آدم جزء مثلا مؤنثا یا مذکرا هستش به من ربطی نداره، مگه من میخوام باجا این آدم اون ایدئولوژی و اندیشه اون تفکر خودشو داره، فرقی نمیکنه. که ما باید به این رشد برسیم که مازیارهای مختلف، ولی ایشون جاده صاف کنه بقیه شدن، در واقع به نوعی پیشتاز شدن و دمش گرم و ایشالله مشکلی هم براش تو سینما پیش بله. نیاد و بتونه نه پیش نمیاد. فکر میکنم جامعه داره به این رشد میرسه و ایشون من بگم یکی از باسوادترین کارگردانای تئاتر. من پایان‌نامه دانشجوییش هم دوره بودیم با هم دیگه، کاری رو انجام میداد به نام متوری که در واقع راجب جادو درمانی بود تو تئاتر و کسی سراغ همچین سوژه‌ای نرفته بود. سیروس کهوری نژاد و رویان و نهالی میتونم بگم که اونجا رویان و نهالی من تازه دیدم درخشید و بازیگر شد. عروسی خوبان بازیگر بود ولی اونجا یک بازی از رویان و نهالی دیدم که هیچ وقت همچین بود، یعنی فوق‌العاده بود رویان و نهالی. و ایشون اینقدر باسواده، حیف که من یه مقدار ترافیک کاریم، آرزوم اینه که براش بازی کنم. آرزوم اینه. چند تا دیگه مازیار لرستانی دیگه نداریم، یعنی جز نسلایی هستن که باسواد بودن تو این کار، استخون خرد کردن اومدن دارن کار. چقدر خوب. استقلالی هستی امیر آقا؟ دو آتیشه. دو آتیشه هستم بله. ووریامون هم که رفت، چون منم استقلالی هم. ووریا نرفت، تو استقلال نیست، ووریا هست. شایعی بود از اینکه ووریا رو قراره که حق بازی کردن توش تیمی نداره. حالا کی تعیین کرده، چه جوریه، کجاست اینا، همیشه یه قاضی عادلی به نام زمان وجود داره که در واقع اون بعدها میاد در واقع همه چی رو افشا میکنه، هیچی رو نمیشه پنهان کرد. میدونی چرا به دل میشینه صحبتاش، حرفاش؟ به خاطر اینکه اولا دنبال لایک و فالوور نیست کلن. یه بچه مأخوذ به عیان، محجوب، انسان بسیار شریفیه و وقتی که داره میگه واقعا احساس میکنه خب من الان یه آدم چهره هم، بذار از درد مردم حرف بزنم، درد مردم بگم. این آدم هیچ وقت انقدر انسان با کلاسیه، انقدر انسان با شعوریه، هیچ وقت تو هیچ مصاحبهش داره که تو دربی گل زده، گلای سه امتیازی زده، ضربه آزادای زیبا زده، بازیای خوب کرده، گلای خوب ساخته، ولی هیچ وقت برای هیچ پرسپولیسی کری نخونده، توهین نکرده، هیچ وقت رفتار زشتی با رقیب انجام نداده. و جالب اینجاست که تو پیج من میان طرفدارای پرسپولیس ازش حمایت میکنم، میگن آقا ما پرسپولیس ولی دوستش داریم این آدم و دمشون گرم پرسپولیس. یعنی ووریا الان رنگی نبینیم دیگه. آره. ووریا مال ایرانه، تیم ملی از دست داد، استقلال از دست داد به خاطر اینکه حرف حق بزنه، حرف حق بزنه. من یه کلیپی اومدم بسازم به یه سری از پیشکسوتا، گفتم که یه تصویری برای من اینجوری 5 ثانیه بفرستین، میخوام یه کلیپی راجع به ووریا بسازم و پسرم بخونه بسازیم بذارم برای شبکه اجتماعی برای قدردانی از ووریا. باور میکنی یک سری از رو ترس از خود پیشکسوت
در واقع فوتبال پیشکسوت‌های فوتبال. فوتبال از رو ترس و چند تا از پیشکسوت‌ها به نظرم درست نیست قضاوت کنم ولی از روی حسادت گفتم آقا نکن این کارو، اینو نساز، این کارو نکن. اسمش هم سانسور میشه توی برنامه تلویزیونی، نمیدونم، من فکر میکنم به ضرر تلویزیون میشه سانسور کردن این اسمه، به ضرر تلویزیون میشه. چه بسا یه اون میبینیم مثلا مردم دقیقه 21 رو شروع میکنن توی استادیوم دیگه رنگم نداره، همه شروع میکنن بگم وریا غفوری مثلا دست بزنن و این سخت‌تر میکنه قضیه رو. نمیدونم، من فکر میکنم اونجا هم سانسور نشده بود، در واقع ترس برنامه ساز از این که بعدن این بخش رو حذف بکنم مسابقه هم به هم بریزه بود. یه جمله اگر بخواین با مردم صحبت کنید و مردم رو دعوت بکنید به تئاتر لوکانته، چی میگید که براشون جذاب تر بشه؟ تعارف که نداریم، سن من 54 سالمه، ما مال یه نسلی هستیم که زمانی که بچه بودیم دوست داشتیم بزرگ شیم زودتر عاشق شیم، چون تلویزیون عشق تبلیغ میکرد، سینما عشق تبلیغ میکرد، رادیو رو وا میکردیم آهنگای عاشقانه خونده میشد برای خواب معصومانش، یعنی سیاسی خوناش میخوندن عشق من عاشقم باش، خب عشق تبلیغ میشد و تو جامعه عشق تبلیغ میشد دائما. و این بعد از خب شرایطی سینما شد، کانیمانگا بالا این وسوی سال عقاب ها گذرگاه قابل احترام جنگ بوده، نیاز داشتیم به این جور سینما، موسیقی همون همین جور، همه چی عوض شد ولی نباید عشق فراموش میشد. الان جامعه احتیاج داره به تبلیغ عشق، خب به خاطر همین، چون ببین وقتی جامعه کارهای فرهنگیش عشق رو تبلیغ نکنه طلاق زیاد میشه، اعتیاد زیاد میشه، ازدواج کم میشه، همه این اتفاقا میفته و بخش فرهنگی انقدر تاثیرگذار خواهد بود. لوکانته سعی کرده در اندازه خودش عشق دهه 50، موسیقی دهه 50 که لبریز از عشق بود، تئاترای دهه 50، لباس پوشیدن، در واقع معرفی کنه به نسلی که اون دوره رو ندیدن، عشقای اون دوره رو ندیدن، رفاقتای اون دوره رو ندیدن، دوستیای اون دوره رو ندیدن و فضای اون دوره رو با بد و خوبش داره نشون میده. چقدر حال تئاتر خوبه. خیلی خوبه. آره 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 خوبه.